هایی از بطری های آب. بطری هایی که اینجا در سواحل دریایی در شمال تایوان جمع شدند. ژان اسکودری هنرمندی فرانسوی است که در تایوان زندگی می کند. زباله های پلاستیکی مواد کار او هستند برای خلق آثار هنری. آثاری که ویرانی ایجاد شده در محیط زیست را به یاد می آورد. La réalité c'est que beaucoup de choses que nous jetons dans la واقعیت اینه که خیلی از چیزهایی که ما تو سطل آشغال می‌ریزیم بازیافت نمی‌شن و بسیار دورتر از ما پراکنده می‌شن و در نهایت دوباره به ما برگردونده می‌شن. اقیانوس به ما برمیگردونه. اقیانوس چیزهایی رو که ما دور انداختیم رو جذب کرده و حالا سیر شده و داره همه این چیزهای پلاستیکی رو که ما رها کردیم بالا میاد. به باور ژان، اقیانوس با پس فرستادن زباله ها به ساحل در حال فرستادن پیامی به انسان هاست. اقیانوس از ما کمک می طلبد، کمکی برای رهایی از شر این زباله ها، زباله هایی که ما انسان ها تولید کرده ایم. دورریز های رها شده در اقیانوس تنها برای این هنرمند فرانسوی تبدیل به یک دغدغه نشده. اینجا هزاران داوطلب و دوستدار محیط زیست جمع شدند تا در پاک کردن سواحل تایوان از پلاستیک ها نقش ایفا کنند. از نظر تعداد ما زباله خانگی زیادی جمع کردیم، اما از نظر وزن وسایل ماهیگیری بیشتره. مثلا تور ماهیگیری یه دونه است اما خیلی بزرگه. در کل هم زباله خانگی و هم ابزار ماهیگیری زیادی جمع کردیم. بر اساس تحقیق جدیدی که سازمان پاکسازی اقیانوس ها انجام داده، 1000 رودخانه در جهان منبع 80% زباله های پلاستیک موجود در اقیانوس ها هستند. پسمانده هایی که نه فقط نفس اقیانوس ها را تنگ کرده، که جان طبیعت و حیات وحش را هم به خطر انداخته. تا حالا فکر کردی چطور از کیسه های پلاستیکی که در طبیعت رها کردین سر از اقیانوس ها در آوردن؟ بله، همین کیسه های پلاستیکی که ما همه روزه برای کارهای مختلف مثل خرید کردن ازش استفاده می کنیم، همین ها یکی از منابع مهم آلودگی اقیانوس های جهان هستن. موارد بسیاری در آلودگی اقیانوس ها نقش دارن، از مواد شیمیایی گرفته تا پسمانده های هسته‌ای و نشت نفت. اما دورریزهای پلاستیکی در بالای این فهرست قرار دارند. آن هم شاید به دلیل ارزان بودن و موارد استفاده زیاد. استفاده‌ای که اگر کنترل نشود، خطری بزرگ خواهد بود برای حیات اقیانوس‌ها. زینب آوین، ایران اینترنشنال.